سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز و دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سر حال و سلامت باشید. ما وقتی میخواستیم این محتوا رو آماده بکنیم، اتفاقی که متاسفانه امروز افتاد، یعنی در روز پنج شنبه هنوز نیفتاده بود، یعنی ما چهار شنبه استارت این محتوا رو زدیم و در پنج شنبه که میخواستیم تقریبا آپلود بکنیم، کارهای آخرش رو انجام بدیم، متوجه شدیم که محسن شکاری، یکی از بازداشت شدگان حوادث اخیر، متاسفانه توسط جمهوری جهل و جور و جنایت و فساد جمهوری اسلامی اعدام شده. جوان 21-22 ساله ای که فقط به خاطر به قول حالا اون اتهامی که خودشون بستن بهش، بستن یک خیابان در ستارخان و مضروب کردن یک نیروی پلیس که حتی بخیه هم میگن نخورده، یعنی این مضروب کردن انقدر جدی هم حتی نبوده، با چاقو و سلاح سرد، متاسفانه امروز اعدام شد. حالا اگر من بتونم ادامه بدم، چون واقعا سخته و باور کردنی نیست. اکانت ارغوان فراهانی در اینستاگرام مطلبی رو در پیوند با اعدام محسن شکاری نوشته که با هم دیگه میخونیم. محسن شکاری رو یک شنبه بردن رجایی شهر در همون بند ده که امیرعباس و بقیه هستن. یه سالون اون طرف در دیروز چند تا وسیله و لباس به دستش رسونده بودن و امروز فرصت نکرده بپوشه چون دیگر مرده. داخل پرانتز از محسن نقل قول کرده که داداش حکمم برا ترسوندنه، به خدا برا سه تا خراش که اعدام نمی کنن، زخمای طرف حتی بخیه هم نخورده. امروز هم مأمور آمار سر ساعت میرسه، از کم بودن یه عدد تعجب نمی کنه. فروشگاه سر ساعت باز می کند، دیگ غذا رو سر ساعت می آورن. سالون 33 مثل هر هفته حلوا میپزد. زندانی های سالون 30 سر ساعت به خانواده ها و همسران و دوستانشان زنگ میزنند و صدایشان مثل هر روز صدای تلاش برای محکم و آرام حبس کشیدن نیست. این بار حق حق گریه ایست که میگوید حتی خبردار نشدیم که کی در آن سالون چشم من را روی صورتش حس کرد، کی پاهای جوانش را در ترس کبود مردن در آن راهروهای زیرزمین تا پایین تناب کشید و کبودی گردنش تا چه حد تیره شد که بالاخره باور کرد که نفس آخر است، که واقعا برای سه تا خط روی بازوی یک نفر دیگر مرده، که فردا زندانی خوش صدای سالن 33 وسط هواخوری می نشیند و به یاد این عدد کمتر شده مرغ سحر می خواند و همه آنها که در خشم و عزا به دیوارهای سیمانی بلند بی افق خیره شدند، برای هزارمین بار حس می کنند که نفرت کبود در قلبشان حالا هزار برابر شده، که این زخم ها دیگر بخیه نخواهند خورد و روی هر شکاف از تنفر و اراده و انزجار دلمه ای سنگین تر خواهد بست. این مطلبی بود که ارغوان فراهانی نوشته و فضای مجازی و توییتر و اینستاگرام هم پر هست از خبر اعدام محسن شکاری. حالا حتما ما هم دیگه مرور خواهیم کرد و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم محتوایی در پیوند با این بولتن‌های اخیری که این روزها افشا شده و در موردش بسیار صحبت میشه در پیوند با این موضوع خدمت آماده کردیم. بریم با هم دیگه گوش بکنیم. ببخشید من نتونستم که درست در موردش صحبت بکنم. بریم با هم دیگه گوش بکنیم، برگردیم، در خدمتتون هستم.
بحث همین هستش که موضوع بولتن و بولتنسازی در جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته یک موضوع پذیرفته شده ایه. یعنی ائمه جماعت مشترک یک سری از بولتنهای دولتی یا حکومتیه که وقتی این بولتنها رو میگیره در یک ستاد ویژه‌ای سابق بر این که اینترنت اینطور پیشرفته نبود این بولتنها چاپی عرضه میشد. خاطرم هست که بولتن ائمه جماعت ماهیانه منتشر میشد، یه بولتن بسیار قطوری هم بود، شاید مثلا 200 صفحه میشد و به طور ماهیانه ارسال میشد برای ائمه جماعت که در جریان آخرین تحولات سیاسی فرهنگی اجتماعی باشن. ملغمه ای از انبوه اقسام اخباری بود که معمولا در رسانه ها منتشر نمیشد. در حال حاضر به طور مثال چون بحث اینقدر زیاد هست در مورد بولتن ها من تلاش میکنم که منسجم صحبت کنم. مثلا ائمه جماعت الان بولتنشون هر هفته است، یعنی شورای مرکزی ائمه جماعت که در تهران هست یک خط ویژه‌ای داره که از طریق در واقع اینترنت ائمه جماعت و دفترشون وصلن. در اونجا اخبار خاص و محرمانه که باید ائمه جماعت تقریبا 720 شهر در جریان باشن اخبار بهشون داده میشه. این بولتن بولتنی هستش که سرفصل میده. من توی صحبت دوستان دیدم که نوشته بود که گفتن که دستور نمیده. بولتن ائمه جماعت جز معدود بولتنهایی هستش که به ائمه جماعت دستور و سرفصل سخنرانی میده. یعنی به طور مثال در یک هفته ای 4 تا موضوع به ائمه جماعت داده میشه که صحبت کنن در موردش و اخباری که مهم هست در خصوص اون موضوع به ائمه جماعت هم داده میشه. به طور مثال در حال حاضر اگر اشتباه نکنم 2 تا ما تلکس ویژه بسیار مهم در واقع جمهوری اسلامی داریم که مخصوص رسانه هاست، یعنی رسانه ها منتشر میکنن. یکیش مربوط به خبرگزاری صدا و سیما است که بنیانگذارش آقای سرافراز بود. آقای سرافراز زمانی که در معاونت برونمرزی صدا و سیما بود یک تلکسی را انداخت که 32 تا در واقع آیتم داشت. یک تلکس بسیار قدرتمندی بود که یک بخش فارسی زبان بود، مربوط به اخبار داخلی بود. یکی از در دوره آقای سرافراز این بولتن یکی از قدرتمندترین بولتن‌های در واقع زمان خودش بود که اخباری رو که صدا و سیما از مجموع دفاترش در سراسر ایران به دست می آورد در اینجا منتشر می کرد. چون در اون زمان به غیر از صدا و سیما فقط ایرنا بود که دفاتر مختلفی در استانهای دیگه داشت. بولتن صدا و سیما در اون زمان در اوج بود، نمیدونم الان هست یا نه، که به احتمال فراوان این بولتن حالا به صورت آنلاین در واقع مشترکانی داره استفاده میکنن ازش. بعد بولتن ایرنا هست. بولتن ایران هم در واقع بولتنی هستش که سابقه خیلی قدیمی داره و واسطه اینکه ایرنا دفاتر مختلفی در استانهای مختلف داشت اخباری رو که در واقع دبیر یا سردبیر یا معاون خبر میگرفت و تشخیص میداد که نباید انتشار عمومی بشه در اون بخش منتشر میشد. این در واقع این هم مشترکین خاص خودش داد. سومین بولتنی که به طور آنلاین میشه گفتش که در جمهوری اسلامی و رسانه‌ها راه افتاد بولتن خبرگزاری فارس بود که اگر اشتباه نکنم در زمان آقای فضالی راه افتاد. الان آقای فضالی ما میدونیم که در دفتر آقای خامنه‌ای در واقع مشغول به کار هست. این اخباری که به خصوص در بولتن خبرگزاری فارس ما الان خوندیم و شنیدیم که معمولا در جای دیگه در واقع شنیده نمیشه و خونده نمیشه، یک بخشی از منابعش همین آقای فضائلی میتونه باشه. به این معنا که اینها هم اطلاعات میدن و هم اطلاعات میگیرن. با توجه به اینکه آقای فضائلی زمانی مدیر مسئول خبرگزاری فارس بود، برنامه در بیت رهبری هست، ایشون به دقت میدونه که بولتنها چطور ساخته میشن، چه تأثیری بر نهادها دارن و با چه هدفی اخبارش برای
نهادهای مختلف در واقع تهیه میشه و ارسال میشه. خبرگزاری فارس هم مشترکان بسیار زیادی داشت، یعنی نمیدونم الان با توجه به بازداشت آقای توانگر تکلیف این بولتن چی میشه، این خط ویژه چی میشه، اما چیزی که مخفول هست این هستش که مشترکان آنلاین این خط ویژه از بیت رهبری سپاه پاسداران گرفته تا بسیاری از نهادهای انقلابی و حاکمیتی بودن که از این بولتن و از این اخبار استفاده میکردن. نکته بعد که در مورد خبرگزاری فارس من دوست دارم مطرح کنم این هستش که بلک ریوارد اعلام کرده که ما 250 ترابایت در واقع اطلاعات خبرگزاری فارس رو هک کردیم. هک کردن این حجم از اطلاعات، به نظر من متخصص امنیت شبکه نیستم، فکر میکنم که یه مقدار غیر ممکن باشه. تحلیل من این هستش که این اطلاعات به طور خاص در واقع غیر از هک در اختیار بلک ریوارد قرار گرفته و احتمالاً آقای توانگر هم با این اتهام دستگیر شده، به این معنی که اگر قائل باشیم که این 250 ترابایت به کلی در واقع خارج شده از خبرگزاری فارس، احتمالاً نهادهای امنیتی به دنبال این هستن که ببینن این در واقع اطلاعات از طریق چه کسی، از طریق در واقع چه روشی از خبرگزاری فارس خارج شده. در مورد بولتن‌ها خب صحبت خیلی زیاد هست. من با توجه به اینکه خب یه مدتی حوزه فعالیتم بولتن‌ها بود، ارتباط داشتم، حالا اگر فرصتی شد من در مورد نقش بقیه در واقع سیاسیون هم از بصرپاش، نظام الدین موسوی، آقای قلحکی، بحث تحولاتی که در سازمان اطلاعات سپاه افتاد با موج دستگیری‌هایی که پیش از در واقع این در واقع انتشار اطلاعات بولتن‌ها صورت گرفت که قلحکی و تیمش که وابسته به سازمان اطلاعات سپاه و نظام الدین موسوی و دیگران بودن، اگر فرصتی شد من در این خصوص هم صحبت می‌کنم. خب دوستان، مهدی مهدوی آزاد در اتاق حضور دارن، در پیوند با این موضوع صحبت میکنن و پس از مدت ها هم آقای مهدوی آزاد حضور پیدا کردن در کلاب هاوس. بریم با هم دیگه صحبت های آغازین مهدی مهدوی آزاد در پیوند با این موضوع رو گوش بکنیم. در مورد محسن شکاری پس از قسمت اول صحبت های آقای مهدوی آزاد یه گشت میزنیم در فضای مجازی و فضای توییتر، ببینیم چه خبره و موزه گیری ها چه بود. ببین، داستان بولتن سازی تا اون حدی که دیدم از وسط حرفای بهنام قلی پور آقا بهنام رسیدم، میدونید دیگه اساسا یک در واقع سنت هست، یک سنت سیاسی امنیتی هست در جمهوری اسلامی. مسئله بولتن با اون چیزی که ما در دنیا به نام بولتن میشناسیم یا حداقل من میشناسم، مسئله بولتن در جمهوری اسلامی فرق داره. در دنیا اون چیزی که ما به نام بولتن میشناسیم یا یک چیزی است که چکیده یک مسئله بزرگ یا چکیده یک گزارش بزرگ، چکیده اخبار، چکیده یک کتاب غیره رو میده برای کسانی که وقت کمتری برای خوندن دارن یا زمان کمتری دارن یا میخوان تو فرصت کمتری از کلیات موضوع مطلع باشن. عمدتا مدیران و مقامات سیاسی امنیتی و غیره هستن. یا این هست یا در واقع شکلی از اطلاع رسانی است برای دادن اخبار و اطلاعات محرمانه به مقامات سیاسی ذی‌صلاح در دنیا. منتها در ایران شاید بتونیم بگیم که اساسا در ساختارهای دیکتاتوری اینطوریه. بولتن فقط این نیست، بولتن نوعی ابزار تصفیه حساب هست و بوده در جمهوری اسلامی. میشه واسه صدها مثال زد که مثال آشکار که میدونیم، و بولتن نوعی وسیله عملیات روانی و جنگ روانی است در داخل ساختار قدرت. این نکته مهمیه که
ما راجبش باید صحبت بکنیم. دوستان گفتن، جمشید جان عزیزم گفتن، مثلا خبرگزاری اساسا در ایران همیشه بولتن داشتن، خبرگزاری دولتی ایران که خب سالها بولتن داشت، در دو سه سطح بولتن داشت، بعدش هم تلکس ویژش بود، بعد از یک مقطعی هم بولتن کاغذیشو جمع کرد، همون تلکس ویژه رو با دفاتر مسئولین صحبت کرد، در سطوح مختلف دفاتر مسئولین پرینت میگرفتن، حتی واسه ائمه جماعت، ائمه جمعه هم دیگه نمیفرستاد، همون تلکس ویژه رو یه دسترسی داده بود و اونا پرینت میگرفتن، دفاتر میدادن به اونا بخونن. طبیعتا خبرگزاری دیگه که اومدن هم یه همچه کاری رو شروع کردن. نهادهای مختلف هم طبیعتا بولتن داشتن، چون که انتظار میرفت دیگه. وزارت اطلاعات سالها بولتن معروف خبرها و نظرها رو داشت که در سه سطح میشد، قهوهیش مال نمایندگان مجلس بود، بولتن رنگ دیگهش من رنگش یادم رفته راستشو بخوای، برای سران قوا بود، و بعدم بولتن تک نسخه‌ای برای رهبر و رئیس جمهور که جدا میشد. سازمان اطلاعات سپاه اصلا از قبل از اینکه سازمان بشه در واقع سپاه باستان چندین بخش بولتن داشت. احزاب در جمهوری اسلامی هم احزابی که احزاب یه جوری خودی محسوب میشدن بولتن داشتن و بولتنشون اثرگذار بود. جامعه اسلامی مهندسین آقای باهنر اونجا بود، یه بولتن داشت. این بولتن معروف ایثارگران ها احتمالاً دوستان قبل از من حرف زدن، یه بولتنی بود اثرگذار بود، یک مقطعی اون زمان اوج زمان بهشون میگفتن لباس شخصی ها، نمیدونم انتشارات مرغ آمین و آتش میزدن، اون جریانی که اون لحظه سالها بود، این بولتن ایثارگران پشت پرده خیلی نقش بازی میکرد و غیره. اونطور به تدریج اتفاقی که افتاد چی شد؟ بولتن بیش از قبل تبدیل شد به مسئله‌ای برای تصفیه حساب یا پیش بردن پروژه های امنیتی از یک طرف، و دو آنچنان که گفتم پروپاگاندا. یه مثال برای شما بزنم، یک اوایل دهه 70 بود فکر میکنم که موج اول برخورد با دراویش شروع شد در ایران، که بعد هم دیگه این ماجرا حدود 2 دهه طول کشید و بعد هم رسید به اون جنایت پاسداران در تهران. از حدود یک سال و نیم قبل از این موج برخورد، مثلا نیروی انتظامی اطلاعات ناجا یه فیلمی رو درست کرد و پخش کرد. من البته سالها بعدش، شاید 15 سال بعدش، موقعی که این دیگه فیلم بهرمانه نبود، اینا دیدم که مثلا که انتخاب کرده بود که مثلا دراویش چیکار میکنه. یه تصویر بسیار سیاهی ساخته بود و در واقع با همین چیزها اینا زمینه سازی کردند و این پروژه رو پیش بردن. صدا و سیما یه بولتن خیلی خیلی مؤثری داشت، من دیدم دوستان اشاره میکردن. بخش بزرگی از برخوردهایی که بعدها دستگاه اطلاعاتی موازی انجام دادند، اینا بر مبنای همین بولتنها بود. اینی که چی مکانیزم چی هست نمیتونم با دقت بگم، نمیتونیم دقیقا بگیم، منتها یه مکانیزم دو سویه ای شکل گرفته بود. یعنی اینا با یه سری اطلاعات ذهن روحانیون ارشد، رهبر حکومت، مقامات سیاسی رو آماده میکردن علیه یه نفر، علیه یه جریان، علیه یه حزب، یه گروه خراب میکردن، علیه یه رسانه برجسته میکردن، اشتباهاتشو دروغ میگفتن، شایعات پخش میکردن خیلی زیاد، و از اون طرف در واقع شاید هم با رضایت همین مقامات سیاسی، با رضایت رهبر حکومت، زمینه برخورد با اینها رو آماده میکردن. معروف هستش که یک مقطعی اصلا بازجویی هایی که صورت میگرفت، بخشش اینا میگفتن ما مثلا بخشی از این حرفا قبلا تو بولتن ها خونده بودیم. اون زمانی که مجلس ششم بود، از اینجور افشاگری ها نماینده های مجلس زیاد میکردن. یه اتفاق دیگه هم اینجا افتاد موقعی که من صحبت از پروپاگاندا میکنم. ببینید از اینجاست بحث من در مورد این بولتن های امنیتی شروع میشه، و اون هم این هست که این بولتن ها تبدیل شدن به ابزاری برای توجیه سیاست های حکومتی. الان شما نکته بسیار مهمی هست، میتونید خیلی به وضوح مثلا توی این بولتن خبرگزاری فارس یا غیره ببینید که در واقع اینا دارن سیاست‌های حکومت رو یه جورایی توجیه میکنند. ببینید مثلا علی خامنه ای میاد میگه که آره این کار دشمنه، یه همچین خزعبلی از خودش میسازه و میگه اینا دشمن این کارو کرده و ما داشتیم پیشرفت‌های عظیم میکردیم و دشمن برای اینکه جلوی این پیشرفت‌ها رو بگیره اومده مثلا اعتراضات رو انداخته. این بولتن چیکار میکنن؟ بولتن شروع میکنن خبر جعلی، خبر سوخته، خبر دروغ در مورد کشفیات سلاح در ایران، در مورد قاچاق بی سابقه سلاح در ایران، میدونید مستند میکنن دروغی که در واقع از اساس دروغ بوده و وجود نداشته. او ادعا میکنه که ایران داشته پیشرفت‌های آنچنانی میکرده،
این بولتن ها شروع میکنند اعداد عجیب و غریب احمقانه ساختن. حالا تو این بولتن های خبرگزاری فارس اینا کمتر شما دیدید، ولی من بولتن های زیادی دیدم تو همین سال ها، مثلا یه صفحه دو صفحه شو کسی میفرستاد عکس میگرفت که مثلا اعداد مسخره در مورد پیشرفت های جمهوری اسلامی. این که شما میبینید یه بخش بزرگی از سیاست های تبلیغاتی حکومت هماهنگ میشه، یعنی همه جا راجع به کوانتوم دارن حرف میزنن. یه خود اولی در مورد که ما راجع به کوانتوم خیلی مثلا شاهکار کردیم، اینا بخشش دستپخت همین بولتن هاست. در واقع بولتن ها یکی از بزرگترین خیانت هایی که کردن همین بود، داستان ملا نصرالدین شد. ببین مسئله فقط این نیست که اینها دروغ میگفتند، پرونده میساختند، پروپاگاندا میکردند، نمیدونم جریان بیت رهبری رو تقویت میکردند. مسئله این هست که یه سیکل معیوب دروغ را انداختن، دروغ هایی که خودشون میگفتن و بعدن باورشون میشد. این ضربان مثال معروف، مثال معروف همه شنیدید، منم بارها گفتم، داستان ملا نصرالدین که میره نونوایی نون بگیره، میبینه شلوغه، به خیال خودش بیاد پروپاگاندا کنه، دروغ میگه، میگه مردم سر کوچه دارن کباب نظری میدن و خب امت همیشه در صحنه هم فریب میخورن، بودو بودو صف نونوایی رو ول میکنن، میرن سر کوچه اون جایگاه فرضی دروغ که کباب بگیرن. او هم خیلی در واقع مفتخرانه نونشو میگیره و سر را داشته برمیگشت منزل، میرسه همون جایی که به مردم آدرس دروغ داده بوده و فراموش میکنه که خودش این پروپاگاندا رو کرد، فراموش میکنه که خودش این دروغ رو ساخته بود، کبابی در کار نیست و خودش وای میشه ته صف. در واقع یکی از اثرات شاید زیربنایی تر این بولتن ها این بودش که سیکل دروغ در جمهوری اسلامی رو طوری در واقع فربه کرد و بزرگ کرد و توسعه داد که خیلی از کسانی که قبلا پروپاگاندا میکردن و دروغ میساختن بعدا خودشون باورشون شد و بر همین مبنا سیاست دیختن، بر همین مبنا مصوبه سعی کردن داشته باشن، بر همین مبنا کشور رو بردن به اون سمتی که حالا میبینید به ناکجا آباد رسیده. الان شما اگر عرضم دیگه با چند جمله جمع بکنم، مجموعه این بولتن‌های امنیتی رو اگر ببینید، حالا در این حد ستایی که اومده بیرون و تک و توک چیزایی که ما میشنویم، اون چیزی که شما الان به وضوح میبینید، درستن تو بولتن خبرگزاری فارس اومده که مثلا حداد عادل گفته که بسیج توان جمع کردن نداره که نکته مهمی است. درسته شما در این بولتن ها مثلا بازی سیاسانه و خیلی زشت رهبر جمهوری اسلامی رو میبینید، علی خامنه ای که روی پرده میاد نماینده میفرسته که زاهدان رو مثلا دلجویی بکنه، بعد پشت پرده به دستگاه امنیتی میگه عبدالحمید، مولوی عبدالحمید رو بدنامش کنید، بی آبروش کنید، چنین بازی های زشتی میکنه. درسته اینا رو میبینید، درسته مثلا تو این بولتن میخونید که رهبر حکومت دستور داده اون آدمی که تو این ناجا تو زاهدان با تیربار شلیک کرد و مثلا برکنار کنن، بعد روی پرده میبینید همه مقامات حکومت میگن آقا زاهدان کدومه، اینا کار تروریستا و دشمن داره شایعه میسازه. درسته اینا رو میبینید، اما اصل و اساس این بولتن ها این هستش که سیاست و پروپاگاندای حکومت رو توجیه کنه. یعنی چی؟ یعنی که این اعتراضات اصلا اینطوری نیست که ملی باشه، مردم عمدتاً همیشه در صحنه از نظام راضین، عمدتاً اعتراضات مال دشمنانه، دشمنان یه برنامه امنیتی چیده، معترضان خودشون کشته سازی میکنن. این عبارت مبتذل کشته سازی که از سال 88 حداقل من دارم میشنوم، نمیدونم کی اختراعش کرد، این واقعا داره باور به خودشون داره باورشون میشه، دارن به خودشون میقبولونن و و و همین در واقع دشمنان دارن توطئه چیدن برای جمهوری اسلامی، ما خیلی خوب بودیم، بعد معترضان میان خودشون میکشن، یه توطئه عملیاتی علیه جمهوری اسلامی است. محصول چنین بولتن هایی نهایتاً چه خواهد شد؟ نهایتاً این میشه که میدونید هزینه جنایت در جمهوری اسلامی به این حد که میبینید انقدر کم میشه، یعنی محصول تلقین ایدئولوژیک و باوروندن به خودشون که آره این کار دشمنه، به اضافه اینکه آره تلقین بکنن به خودشون که آره اینا مردم نیستن و بخشش میدونن البته ها، به هر حال محصولش این میشه که خیلی راه هزینه جنایت در جمهوری اسلامی خیلی کم میشه، محصولش این میشه که گروه های مختلف برای خودشون احساس تکلیف میکنن و خب دست به هر جنایتی میزنن و خب قوه قضاییه در رأسش مسئولیت آهنین بهشون میده و شما دیگه تو این در واقع دور و تسلسل راهی هم برای فرار ندارید. من سکوت میکنم، گوش میکنم. مرسی. خوشی کردن هم یه جور توی راه یه طرف بودش سایی 11 شب صبح های و سیاره های رو معمی میزنم. خب دوستان، یه گشتی توی توییتر میزنیم و موزگیری های افراد مختلف در پیوند با اعدام محسن شکاری رو میبینیم. علی کریمی نوشته که اگه امروز سکوت کنیم فردا باید هشتگ اعدام نکنید رو برای دیگر فرزندان ایران بزنیم. حسین رونقی هم
نوشته که این زخم ها که بر تن هر یک از ما میزنید دردش را تمام ایران حس میکند، خشمش تمام مردم ایران را فرا میگیرد، ما چشم بر اعدام ها نمیبندیم. اعدام هر معترض عواقب جدی برایتان خواهد داشت. ستاندن جان یک انسان ستاندن جان همه ماست. می توانید به اندازه همه ما چوبه دار برپا کنید. هشتگ محسن شکاری. قلم فرسا نوشته که قاتل محسن شکاری، قاتل مهسا امینی، قاتل مرشاد، قاتل نیکا، قاتل محمد حسن، قاتل ابوالفضل، قاتل مهران، قاتل بچه هامون و عکس علی خامنه ای رو در زیل این توییت آورده. جوانان محلات تهران هم اطلاعیه‌ای که شماره 26 باشه در ارتباط با همین موضوع داده، نوشته که ایستاده ایم تا آخرین نفس برای ایران، برای آزادی. به زودی انتقام خون محسن شکاری و همه جان باختگان راه آزادی را در خیابان‌ها خواهیم گرفت. سوگند خواننده و رپر هم توییتی نوشته که اینطور هست: کشته شدگان حرف نمیزنند، آنها را برای مرگشان قانع کردند. کسانی که جنگ را به راه میاندازند لباسهایشان خاکی نمیشوند. جنگ را پایانی نیست. توییت دیگری از شاهیندو میبینیم، عضو گروه رپری و موسیقیایی تی ام بکس. اینطور شروع میشه که بی تفاوت نباشیم، بی شرف نباشیم، بی خیال نباشیم، حرومزاده نباشیم. دیگه تک تک اینایی که می نویسم رو با اشک چشمام می نویسم. از این اعدام راحت نمیگذریم. و تصویر سعید مرتضوی رو در کنار محسن شکاری آورده. جرم سعید مرتضوی رو نوشته: قتل زهرا کاظمی، مشارکت در فاجعه کهریزگ اختلاس و کلی جرم دیگه. حکم این جرم های سعید مرتضوی 2 سال حبس بوده و 200,000 تومان جریمه، که البته این 2 سال حبس رو هم هیچگاه نرفت. محسن شکاری، جرم محسن شکاری اما بستن خیابان و مجروح کردن یک بسیجی مسلح، حکم اعدام. محمد پوری، دیگر اکانتی که در توییتر شناخته شده است، اینطور نوشته که چیزی که داریم میبینیم اعدام محسن شکاری هیچ کس را نترساند و مردم را آماده انفجار کرد. قبلا به جمهوری اسلامی هشدار داده بودیم که از اعدام معترضان بیگناه پشیمان خواهد شد. مسیح علی نجات هم نوشته که آتش انقلابی که با قتل مهسا امینی روشن شد، با اعدام محسن شکاری شعله ورتر خواهد شد. 40 سال است پایتان را بر گلوی من گذاشته اید و خفه امان کرده اید. پای من را بر گلوی حکومت تباهتان میگذاریم و تا آخرین نفسهایش را نگیریم رهایش نخواهیم کرد. منتظر سیل خشمگین جمعیت ما مردم باشید. آتنا دائمی هم نوشته که محسن شکاری را با اتهام بستن خیابان با گارد ریل و مجروح کردن یک سرکوبگر در 18 روز بدون حضور وکیل انتخابی و بدون فرصت دفاع، محاکمه و اعدام را صادر، تأیید و صبح امروز اجرا کردند. جان همه زندانیان گمنام در خطر است. سامان رسولپور نوشته که همبندی محسن شکاری گفته که او عاشق بازی‌های کامپیوتری و درست کردن قهوه برای دیگران بود. محمد پوری پست اینستاگرامی بابک عاقبتی همبندی محسن شکاری رو آورده. با همدیگه این پست رو میخونیم. اینطور نوشته: بابک عاقبتی، محسن شکاری امروز اعدام شد. مغزم داره میپاشه. من حدود 20 روز از مدت زمان بازداشتم توی اوین با محسن همبند بودم. محسن تو کافه کار میکرد. تا صبح از عشقش به گیم حرف میزد. داستانای گادافوار رو واسم تعریف میکرد. از تنهاییش میگفت. روزای آخر که شنا میزدم میومد با هم شنا میزدیم. اگه بعضی وقتا غذای اضافه گیرش میومد به منم حال میداد. صدام میکرد دوتا لقمه بخورم. ازم تعریف میکرد. خیلی ازم تعریف میکرد. میگفت خیلی خوش استیلی. کاش اینقدر ازم تعریف نکرده بودی. کاش شبای آخر جای خواب تو
جلوی خواب من ننداخته بودی. کاش وقتی از بازجویی برگشتی یه قلپ نوشابه واسمون نیاورده بودی. کاش با حرارت از انواع قهوه و نحوه آماده کردنش نگفته بودی. کاش امروز صبح که قهوه درست کردم تو زنده بودی. کاش این خبر رو ندیده بودم. کاش اینقدر حالم بد نبود. کاش اینقدر از خودم بدم نمی اومد. کاش اینقدر از خودم بدم نمی اومد. و توماج صالحی، اکانت توماج صالحی هم نوشته که امروز فراخوان سراسری هر جای ایران هستیم. امروز بیرون میاییم، نشون میدیم نسبت به قتل هموطنمون بی تفاوت نیستیم و این جنایت هزینه داره برای حکومت. اعتصاب و خیابان راه نجات ایران و ایرانی است. در اینستاگرام هم ما شاهد واکنش بسیاری از افراد بودیم. ترانه علی دوستی پستی رو منتشر کرده و نوشته که سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید. هدیه تهرانی هم همینطور استوری منتشر کرده و نوشته محسن شکاری در بیخبری صبح امروز بیگناه اعدام شد. همینطور شاهد موزگیری گوهر عشقی مادر ستار بهشتی بودیم. الهی لار بشه اون زبونی که دستور کشتن جوانای مار میده. الهی چشمش پور بشه جوانای مای تو پرپر میشن. الهی تو داغ مشتبا بشینه. شهریار شمس هم نوشته که محسن شکاری توی کافه کار میکرد و عاشق بازی های کامپیوتری بود. میخواست وقتی آزاد شد سیستمشو بفروشه و یکم پول بذاره روش و یه PS5 بخره. قرار بود بعد آزادیش یکی از بچه ها کمکش کنه که یوتیوبر بشه. در محسن شکاری زندگی جریان داشت و منتظر آزادیش بود. یه بار از بازجویی که برگشت خوشحال بود و گفت به هم گفتن اگه بسیجیه رضایت بده محاربه رو بر میداریم بهت 10 سال میدیم. بسیجیه هم قرار رضایت بده. بعد از آزادیم هر چقدر دنبال خانواده محسن برای وکیل و اطلاع رسانی گشتم هیچ راه ارتباطی پیدا نکردم. فقط یه یوتیوبر بود که از خانواده و محل کارش اطلاعات داشت که هرچی ازش کمک خواستیم هیچی بهمون نگفت. اینها رو نوشتم که محسن شکاری براتون فقط در حد یه عکس و یه اسم نباشه. بدونید محسن هم مثل همه ما زنده بود و زندگی داشت. فکر نکنم هیچ وقت اون پسر کم حرفی که توی 241 جلوی سالن میشس رو یادم بره. فکر نکنم دیگه محسن رو فراموش کنم. این هم یادتون باشه دوستان. خانواده محسن شکاری با توجه به قولهایی که نیروهای سرکوبگر و به اصطلاح امنیتی داده بودن که اطلاع رسانی نکنن، متاسفانه این اشتباه بزرگ رو کردن و اطلاع رسانی نکردن در مورد وضعیت محسن. علی‌رغم این همه دفعاتی که افراد مختلف گفتن که سکوت خانواده ها نه تنها کمکی نمی کنه بلکه باعث میشه که اتفاقات بسیار بد و غیر منتظره‌ای برای عزیزان در بندتون بیفته و متاسفانه خانواده محسن این اشتباه رو کردن و عدم اطلاع رسانیشون باعث شد که این اتفاق بیفته. بهش گفت، به خانوادهش گفته بودن که اگر اطلاع رسانی نکنید حتما بچه‌تون آزاد خواهد میشه و دیدی که چه اتفاقی افتاد. هانیه توسلی هم استوری منتشر کرده و نوشته که با هشتگ محسن شکاری نوشته که دشمن ما منطق ضد بشر دارد و همینطور محسن شکاری نماد مظلومیت مردم ایران است. بله دوستان، این موزگیری های افراد مختلف بود که من قسمتی از اونها رو براتون خوندم که در فضای اینستاگرام و توییتر منتشر شده بود. در قسمت های بعدی اگر وقت شد سعی میکنم باز در پیوند با این موضوع در خدمتون باشم. بریم ادامه اتاق و صحبت کارشناسان و مهمانان رو در ارتباط با موضوع این محتوا گوش بکنیم. این لیک ها، این درز ها و نشت های امنیتی دو جنبه داره. یکی این که در لایه اولش حاکی از تعارض میان ناشی از یک تعارض میان بخش های و درگیری است میان
بخش های مختلف امنیتی. ببینید این در جمهوری اسلامی مسبوق سابقه است. من گاهی وقتا تعجب میکنم از بعضی تحلیل های خیلی افراطی بر نظام رو فعال مایشا میدونن. ببینید این نظام درگیری و تضاد منافع conflict of interest از اول شکلی در حقیقت نطفه این نظام بر همین بسته شده. طی مسیرش هم این اتفاقات کم و بیش افتاده. شما در مکفارلین یک نمونش هست و این تعارض ها همینجور که اومدیم جلوتر تعمیق هم شده، هم به لحاظ افقی گسترش پیدا کرده، هم به لحاظ عمودی. بر همین نظام هم ناچار شده نهادهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه تشکیل بده در دوران آقای خامنه‌ای، حالا من دارم میگم، و هی مرتبا اضافه بکنه، توسعه بده و با گمان اینکه اون درزها و اون نشها گرفته بشه. اما مسئله این است که حالا چرا در این مقطع و در این بحران بیشتره؟ به نظر من اگر تحلیل ما این عنصر رو بهش اضافه کنیم، اون وقت حکایت از یک فرصت طلایی میکنه این نشت ها که نشان دهنده تعارض در میان نهادهای امنیتی و ساختار امنیتی رخنه پذیر شدن یا رخنه پذیر کردن ساختار امنیتی بوده. و اون مسئله پروژه جانشینی. ببینید پروژه جانشینی و تعارضهایی که بنده مدت هاست دارم عرض میکنم که اساساً رفتار جمهوری اسلامی رو چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی باید ذیل پروژه جانشینی تحلیل کرد، یا یکی از وزن پروژه جانشینی رو باید بسیار بسیار لحاظ کرد در تحلیلی که داریم ارائه میدیم. ببینید این پروژه جانشینی است که فرصت طلایی برای ما ایجاد میکنه، ایجاد تعارض میکنه در رأس هرم قدرت، باعث میشه این فایل ها افشا بشه، فایل های از این بیشتر هم افشا بشه، و اولین بار همیست که این اتفاق میفته. شما فراموش نکنید مرحوم روح الله زم فایل هایی که دست رو میرسید، اسناد و مدارکی مثلا حساب های قوه قضاییه به دست رو میرسید، به هر حال از کجا میامد؟ از بخشی از نظام میامد، بخشی از نظام که تمایل داشت در این جنگی که در رأس قدرت هست دیگری رو حذف کنه از راه این افشاگری ها. شما در همین بولتن ها میبینید آقای قالیباف شاکیه از گروه موسوم به عدالت خواه و افشاگری هایی که اون انجام میده. پس این تعارض ها حالا در بزنگاه جانشینی ابعاد گسترده تری میتونه پیدا بکنه و تضعیف کنه اون یک پارچگی رو که هم خود نظام داره، هم بلوک قدرت داره، قدرت سیاسی، هم بلوک امنیتی داره. بنابراین این جنبش و تداوم تسخیر خیابان هرچه بیشتر طول بکشه بیشتر و بیشتر، چون به موازاتش در رأس هرم قدرت داره پروژه جانشینی پیش میره، هرچه اون پیشتر بره و تعداد بیشتری از نیروهای بلوک قدرت براشون مشخص بشه که دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و محذوف خواهند بود از رقابت قدرت، از گردونه رقابت ها خارج شدن، انگیزه بیشتری پیدا خواهند کرد که در بستر این اعتراضات جاری و طولانی تر شدنش یا انتقام بگیرن یا بازی رو بزنن زیر میز بازی و بازی رو به هم بزنن برای رقیبی که حالا میخواد جانشینی رو قبضه کنه و خودش رو تحمیل کنه. نمونه این وضعیت رو ما در پرونده هسته‌ای داشتیم که در نهایت منجر به برکناری طائب شد. یعنی تا یک حسین طائب تا وقتی بود عملیات خرابکارانه به دلیل تعارض و ضعفی که در نهادهای امنیتی بود انجام میشد خیلی راحت و نشون میداد که بخشی از نهادهای امنیتی میخواهند که این کار انجام بشه و در حقیقت سود میبرن. وادار به چی شد آقای خامنه‌ای؟ وادار به این شد که طائب رو بگذاره کنار. وقتی طائب کنار گذاشته شد و اون غرض محقق شد، تقریبا اون عملیات خرابکاران هم متوقف شد یا خیلی کم نشانه‌های کمی داریم میبینیم از به وجود اومدنش. بنابراین به نظر من مسئله اعتراضات یک فرصت همزمان شده با یک فرصت، تبدیل شده به یک فرصت طلایی که ناشی از وجود یک پروژه است که لابد منه این پروژه باید انجام بشه. پروژه جانشینی است. پروژه جانشینی دامن میزنه به تعارض در بلوک قدرت. تعارض در بلوک قدرت با باستاب پیدا میکنه در نهادهای امنیتی، نشانش رو شما در فایل های میبینید که لیک میشه. بنابراین اگر کسی ناظر به راهکار عملی میخواد صحبت بکنه در این جنبش، مسئله حفظ خیابان و تداوم این جنبش مهمترین است، چون همزمان شده با پروژه جانشینی میتواند به تضعیف ساختار امنیتی و فرو ریختن ساختار امنیتی در سایه دامن زدن به این تعارض ها منجر بشه.
حالا مسائل جزئی تر اینجا پیش میاد و میشه این رو فهمید که چرا مثلا آقای خامنه ای علارغم اینکه همیشه یا خیلی وقتها علاقمند به سرکوب و حذف بوده، میاد مثلا از بی‌آبرو کردن عبدالحمید مولوی عبدالحمید صحبت کنه، یا میاد از لغو 80 حکم محاربه میاد صحبت میکنه. حالا بعضیا این رو گرفتن که نه، این نشت امنیتی است برای تبرئه آقای خامنه ای. من فکر میکنم نه، تبرئه ای در کار نیست، چون پروژه جانشینی است و جانشین قراره اون سازوکاری که قرار جانشینی اتفاق بیفته، انتقال قدرت اتفاق بیفته با 80 تا حکم محاربه و 80 تا اعدام به این حد و اندازه، بخش مهمی از مشروعیت رو از رهبر بالا ممکنه کسی بیاد بگه آقا در دوران آقای خمینی اتفاق افتاد، اما این قابل مقایسه نیست به نظر من. اون قتل عامی که اتفاق افتاد دیگه با کاریزمای ضعیف آقای خامنه ای امکان اتفاق افتاد نداره. برای اینکه پروژه جانشینی به سلامت اتفاق بیفته لازمه که نظام دست به خشونت افسار گسیخته در قالب 80 تا حکم اعدام محاربه نزنه. بنابراین این لغو 80 حکم محاربه بیشتر ناشی از ضعفی که میتواند امیدواری باشه برای این جنبش، به دلیل این فرصت طلایی که عرض کردم و قابل فهم میشه این دخالت ها و این کوتاه آمدن ها. منتها باید حواسمون باشه مسئله جانشینی است، هم میتونه مسئله جانشینی فرصت باشه، عرض کردم فرصت طلایی باشه، هم میتواند تهدید باشه اگر خیابان خالی بشه و نظام امکان و فرصت این رو پیدا کنه، فرصت نفس کشیدن این رو پیدا کنه که بتونه اون جانشین مد نظر خودش رو تحمیل کنه بر فضای سیاسی کشور. من این بولتنها رو بخشیش رو اینچنین میفهمم، یا نشت این فایل ها رو اینچنین تحلیل میکنم. عذر میخوام اگر طولانی صحبت کردم. من سه تا نکته کوچولو میخواستم بگم اضافه بکنیم، شاید واسه که بحث کامل بشه اشاره میخوام، فکر میکنم جای این سه نکته خالی اگر کسی نگفته باشه. ببین، یکی بحث مالی هست در این فرایند بولتن سازی ها. این نکته مهمه، حتی الان موقعی که داریم تحلیل میکنیم عملکردشون در قبال انقلاب 1401 رو، باز همین نکته مهم هست. ببینید، شما در همین پرونده های فساد میبینید، مثلا در پرونده های فساد مربوط به قالیباف که به دستور علی خامنه جمع و جورش کردن، شما میدیدید که مثلا پولی برای انتخابات میخواستن از ناجا بگیرن ببرن، بعد با یه شرکت سوری قرارداد میبندن، بعضی از این قراردادها کارهای پروژه‌ای است، پژوهش مثلا، بعضیش همین بولتن هست. میخوام بگم پشت این بولتن کسانی کار کردن میدونن یه گردش مالی بزرگی چیده شده، و خب بعد بر مبنای این گردش مالی، بر مبنای که بعضی وقتا عددهای خیلی بزرگی است و شاید در تخیل بعضی ها نگنجه، بر مبنای این گردش مالی تولید کنندگان یه سری اهداف رو دنبال میکنن و خود این بولتن ها زمین ساز یه سری از بودجه ها میشه. یه مسئله است. مسئله دوم بحث در اون مشکلی است. من گفتم این بولتن ها به ابزار پروپاگاندا تبدیل شد. ببین، الان حکومت ما مشکلی که داره این هستش که تقریبا تمام حامیانش میدونن صدا و سیما داره دروغ میگه و خودشون میدونن که صدا و سیما خب مثلا باید دروغ بگه. منتها خب ساختار ایدئولوژیک اینطوری هستن که هوادارانشون رو تشویق میکنن، یعنی اینجوری هندونه میذارن زیر بغلشون که آره شما مثلا برترید، مثلا بقیه جامعه رمگان هستن بلا نسبت هزار، بلا نسبت بزرگان، و شما مثلا جز نخبگان و برتر هستید. حتی توی فرهنگ اسلامی هم میبینید دیگه، میگن حزب الله هم الغالبون، یعنی میاد بگه این شما بچه حزب الله یا شما بچه بسیجی ها. سخنان علی خامنه‌ای رو ببینید، این همون تعریف ایدئولوژیک است که تمام دیکتاتورهای دنیا همین کار رو کردن با طرفدارانشون، این شاخو گذاشتن توی جیبشون. حالا مسئله این هست، موقعی که این طرفداران میخوان بهشون ادعای، در واقع ادعا نه، انگاره همه چیز دانی آگاهی بدن، میخوان اونها رو مجهز بکنن به سلاح در واقع تبلیغات، بهشون متریال بدن، خیلی وقتا این بولتن ها به درد این کارها هم میخوره. یکی از دلایلی که شما میبینید دامنه توزیع بولتن ها در 15-20 سال اخیر خیلی گسترده شده، یکیش همینه. یعنی مثلا 20 سال پیش شما اگر میگفتید بولتن یه چیز نادری بود، به هر کسی نمیدادن، به هر جایی نمیدادن. الان شما هر کیو ببینید یه بولتن یا PDFشو داره، یه کاغذشو داره، حالا مال فلانجاست، مال فلانجاست. در واقع تبدیل شده بولتن به یک سیستم پروپاگاندای داخلی، چون دیگه حتی هم کیهان، هم ببینید که امپراتوری کیهان به جایی رسیده که فکر کنم تیراژش الان 15 یا 17 هزار تاست، یعنی چیزی که فروش میره،
اینا حتی هم فرماندهای سپاه هم نمیخرن، حتی هم روحانیون هم نمیخرن. برای من یه مسئله مهم تو این ماجرا این هستش که قرار هست این بوتن پروپاگاندیست های حکومتی رو به توهم آگاهی مجهز کنه. برای این خیلی از اطلاعات دروغی که میده اینجا اثرگذاره. شما تو همین کلاب هاوس میبینید کسانی که از حکومت دفاع میکنن یه سری اعداد و ارقام عجیب و غریب میدن. هم میگه آقا اینا رو کجا آوردی؟ میگه من میدونم، مطلع. من میگه با اطلاع متقن به شما میگم عبارتی که استفاده میکنه. اینا تو همین خزعبلات خوندن. تو رسانه‌ها که نمیاد که، همینجا خوندن اعداد دریوری و عمدتا اعداد جعلی رو اینجاها خوندن. و خب اینا رو حتی میره رهبر جمهوری اسلامی هم اثر میذاره. و مسئله سوم، بولتن در واقع شاید مثلا مشخصا بعد از سال 88 بگم، به یه روزنامه دیواری بود تو مدرسه درست میکردیم، یه همچی چیزی تبدیل شده برای توجیه رهبر جمهوری اسلامی. کسی نیست الان در سطح حکومتی از علی خامنه خیلی راحت دفاع کنه. در محافل آره، من بحثی ندارم، چاپلوسی رو ندارم، ولی واقعیت نیست که تو همین اعتراضات اخیرم دیدید دیگه، خودش بارها گفت، نزدیکانش گفتن که آقا نخبگان چرا سکوت کردن. واقعیت نیست که چیز زیادی برای دفاع وجود نداره. این نوع اطلاعات غلطی که در قالب این بولتن ها به خورد مثلا نخبگان داده میشه، به صورت غیر مستقیم او رو توجیه میکنه، مدیریتش توجیه میکنه و در واقع اون انگارهی که او ساخته رو تثبیت میکنه. جمله آخرم، موقعی که علی خامنه میگه ما داشتیم پیشرفت های فوق العاده میکردیم، دشمن اومد توطئه کرد و این تظاهرات اعتراضات رو انداخت، مرغ پختم خندش میگیره. واسه اینکه یه آدم با سواد متوسط که نه، یه آدم بدون اطلاع میدونه که ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که در ظرف 15 سال اخیر همیشه رشد اقتصادی منفی بوده. پیشرفت فوق العاده کدومه؟ ما که اصلا هر سال داریم تو قهقرا تو این چاه نکبت بیشتر فرو میریم. یک دو دشمن چه جوری همچین چیزی رو انداخته؟ این دشمن اگه اینجوری که میشه چند میلیون آدم بیاره، اسناد ببره، منفجر بکنه، که پس شما چیکار میکنید؟ منتها موقعی که تو این بولتن ها میان راجع به پیشرفت های جمهوری اسلامی عدد میسازه، ایران شده هفتم اقتصاد دنیا، نمیدونم بعد از پهپادهای ایرانی در روسیه معادلات جهانی عوض شده، نمیدونم فشار ایران باعث شده فرانسه و آلمان نمیدونم زمستان ورشکستش، از این خزعبلات میسازه. و در این حال باز دوباره خبر میسازه که دیروز در کاخ سفید استراتژیست سابق کاخ سفید گفت ما در مقابل ایران زمینگیر شدیم. از اینجور خزعبلات بخورده در واقع طرفداران حکومت میده، اون موقع اونها میتونن در ذهنشون تصور کنن که بله، پس اون چیزی که دارن توضیح میدن و توجیه میکنن در واقع حقیقت هست و جز حقیقت چیزی نیست. ممنونم. خب دوستان، اتاق دیگری رو هم براتون آماده کردیم از کلاب مهرماه با حضور مجتبی واحدی. در اواخر این اتاق سوالی از آقای واحدی در پیوند با موضوع مورد بحث این محتوا یعنی بولتنها از آقای واحدی پرسیده میشه و نظرشون که آیا واقعا این بولتنها قابل توجه هستن و مطالبی که در اون منعکس شده آیا پیوندی با حقیقت و واقعیت دارن، یا اینکه شاید اونطوری که بعضی از دوستان و کارشناسان بیان میکنن آگاهانه و از روی تعمد توسط نیروهای امنیتی به بیرون درز داده شده تا اینکه بتونن سناریوهای آینده خودشون رو بر پایه واکنش هایی که نسبت به این افشاگری هایی که در بولتن ها موجود هست پایه ریزی کنن. بریم با هم دیگه پرسشی که از آقای واحدی در این مورد شد و پاسخ آقای واحدی رو بشنویم و برگردیم با مطالب دیگری که آقای واحدی مطرح میکنه در خدمتتون هستیم. ببینید، من از روز اولی که بولتن آمده بیرون یک موضع ثابت داشتم، کماکان تکرار میکنم، من نمیخوام زحمت کسانی که حالا برات حک کردن، کشف کردن، یه فرضیه که واقعیت داره دیگه، نادیده بگیرم، نه کسانی که تحلیل کردن، اما من از لحظه اول برام مسئله بود که مثلا چطور فهمیدن که این فایل ها از توی تلفن داخل جیب آقای عباس توانگر شنود شده، اون تیکه معروف به صوتیش. نکته دوم بود که خیلی عجیب غریبی بود. یه جلسه‌ای هست، حالا من که اصلا نه سربار قریش رو دیدم نه صداشو می‌شناسم، اصلا برای من حداقل وریفای کردن کار ساده نیست، احراز کار ساده نیست که بگم نوار درسته یا نه، ولی به فرض که درسته، یه آقای نشسته یکی از سران قائم مقام بسیج و یه دارن باش صحبت می‌کنن که هیچ کدومشون رو هم نمی‌شناسیم. تمام حرف‌هایی هم که اون آقایون دیگه زدن می‌ذارن به حساب حرف‌های سربار قریش. برید نگاه کنید، در مورد حسین رونقی یکی دیگه داره میگه که آقایشون رو پاشو شکستن، در مورد اعتصابات یکی دیگه داره حرف میزنه، ولی تمام حرفا رو میگن حرفای آقای قریشیه.
یعنی ببینید اگر فرض کنیم مثلا آقای قریشی حرفاش همه حرفای کل حاکمیته که بی تأثیر هم نیست، ببین اینها عناصری هستن که هم خبر میگیرن هم خبر میدن، هم در تصمیم سازی ها نقش دارن و هم در اجرای تصمیمات، شاید تصمیم گیر خیلی نباشه اما هم در تصمیم سازی ها نقش دارن و هم در اجرای تصمیمات. ولی اینکه یک سری حرفایی که افرادی اصلا نمیشناسیم که اصلا تازه میگم به فرض اینکه قریشی باشه، مسئله بعد اینکه ببینید همینقدر که خود حکومت ببینید روز روشن آدم میکشن گردن نمیدن، اینکه خبرگزاری فارس قبول کنه بله این بولتن ما بود اما فلان، از همین مهمتر ببینید میگن این بولتن محرمانه یک نسخه تهیه شده بر فرمانده کل سپاه، بسیار خوب خبرگزاری فارس داره بولتن تهیه کنه بر فرمانده کل سپاه، تو بولتنی که بر فرمانده کل سپاه تهیه کرده یکی از عناوینش اینه که دلخوری سپاه از صدا و سیما، یعنی خبرگزاری فارس به فرمانده سپاه خبر میده، یکی از عناوینش اینه که کماکان عده‌ای از نیروهای سابق اطلاعات سپاه در سپاه نفوذ دارن، یکی از عناوینش اینه که 125 تا از سپاهی‌ها دستگیر شدن. خب اینا رو من نمی‌فهمم، خبرگزاری فارس داره به فرمانده کل سپاه گزارش میده یا اینکه قرار یک کشور ثالثی در خلیج فارس انتقام ما رو از عربستان بگیره؟ من هر چی فکر کنم چه ربطی داره که قراره من یه بخش اولش که گفتم مربوط به نوار صوتی بود، اینا که دارم الان میگم بخش اون هک شده 123 صفحه است، بولتن محرمانه یک نسخه‌ای برای فرمانده کل سپاه 20 و چند صفحش مشروح سخنرانی آقای حداد عادل در جمع نیروهای ائتلاف اصولگرایانه. من واقعا نمی‌فهمم، من چون بولتن دیدم، بولتنایی که برای سران کشور صادر میکنن یه بولتن چند صفحه یه مختصر، عناوین مهمترین خبرها نه 123 صفحه بولتن که 20 و چند صفحه هم سخنرانی حداد عادل، من واقعا نمیفهمم اینو. و بعد شما نگاه کنید بعضی از مسائلی که تو بولتن دوم اومدن گفتن که سپاه از انفجار در شاهچراغ اطلاع داشته اما اقدام نکرده، خب این اولین چیزی که الغا میکنه، پس اون فرضیه‌ای که همه ماها داشتیم روش پافشاری کردیم که خود سپاه انجام داده منتفی، فقط سپاه خبر داشته، بعدم اعلام کردن قرار فرمانده سپاه رو به خاطر این کار برکنار کنن. شما ببینید چقدر قصر تنزل میدن از اینکه خود سپاه این کارو کرده، اینکه سپاه اطلاع داشته، یه فرمانده سپاه اطلاع داشته اونم غلط کرده عزلش میکنه. یا در مورد اعتصابات که صحبت میکنن، دوستان میگن آقا در همین نوار صوتی خودشون اعتراف کردن که 70% بازار اعتصاب کرده. خب ببین نمیشه که بگیم ما بخشی از حرفای اینا رو قبول داریم بخش قبول نداریم، خب همون کسی میگه 70% میگه اکثرشون هم کسانی هستن که از ترس مغازاشون رو بستن و بعضی هم نیروی انتظامی رفته بهشون گفته ما نمیتونیم امنیت شما رو فراهم کنیم ببندید. خب ببین وقتی اینا ببینم وقت من به نتیجه میرسم که من تو اولین تحلیلی کردم گفتم یه موقع خمینی محمد هاشمی برادر رفسنجانی که رئیس صدا و سیما بود احضارش کرد و بهش گفت ببین برید اگه میخواهید دروغ هم بگید از بی بی سی یاد بگیرید. این صحبت مال سال 65 بی بی سی وقتی میخواد یک دروغ بگه 100 تا حرف راست میزنه یه دروغ وسطش میچپونه. من احساس کردم این کار تو همین زمینه است که خود اولا بیان تو صدا و سیما اعلام کنن که بله این لو رفته، بعد بیان بگن کسی که لو رفت رو دستگیر کردیم. یعنی ببین به نظر من یه خورده قصه عجیبه با همه حرفا، من فقط حرفم اینه که ما وقتی منابع خبریمون چیزهایی که اون سرش برام ناپیداست، ضمن که استفادهمون رو میکنیم، ضمن اینکه استفاده تبلیغیمون رو میکنیم، استفاده تحلیلیمون رو میکنیم، اما نباید من خودم رو یا افسار خودم رو دست اینها بدم، چون وقتی اینا میتونن به جهتی که میخوام ببرم، میگم نمونهش همین دو تا قصه که میگم، یکی در مورد اعتصابات که ما داریم زور میزنیم ثابت کنیم و واقعا معتقدیم که اعتصابات مردمیه، اون طرف میاد دوستان میگن آقا ببین خود سپاهی هم اعتراف کردن به اعتصابات 70% ولی نمیگن بقیش چیه، بقیش میگه طرف میگه آقا عده زیادی از ترس برای اینکه رفتن تهدیدشون کردن، یه عده‌م خود نیروی انتظامی رفته گفته ما امنیت شما رو نمیتونیم فراهم کنیم اعتصاب کنید. این دو تا با هم چقدر فرق داره؟ یعنی اعتصابی که ما میگیم با اعتصابی که این دوستان میگن تو خود نوار سپاه اعتراف شده بش، یا قصه شاهچراغ از نظر خیلی مهمتره. قصه شاهچراغ من با قاطعیت معتقدم کار خودشونه، تا به حال هممون خود شما هم تو روماهاتون بحثا رو دیدید، دلایل و قراین زیادی هم عرضه کردیم کار خود سپاه. حالا با این نوار صوت بالاخره اگه قرار بشه استناد کنیم، تو اینجا گفته میشه که بله فرمانده سپاه شیراز و اداره اطلاعات مطلع بودن و اقدام نکردن، و بعدم یه خبر تو بولتن بعدی میاد که قرار فرمانده سپاه برکنار بشه. یعنی ذهن مردم پاک شد، آقا یه فرمانده سپاهی غلطی کرد برکنار شد تموش رفت صلوات بشینیم با هم شیرینی بخوریم. به گمانم این که من عرض میکنم زحمات کسانی که روی این کار کردن من نادیده نمیگیرم، اما اگر قرار بشه ما اختیار روند خبررسانیمون رو بدیم به یک همچین بولتنهایی که اون ورش ناپیداست، اصلا ما نمیدونیم کی داره میرسونه، اصلا مسابقه شده بین یه نوار صوتی محرمانه میرسه برسه بی بی سی، یکی به من و تو یکی ایران اینترنشنال دوباره میچرخه، مثل که مثلا سهمیه
بندی هم شده. من یه خورده نگرانم که این بتونه در آینده در بعضی از بزنگاه ها از هان رو منحرف کنه. عرض میکنم میشه به عنوان یک نشانه، به عنوان یک رسانه، به عنوان یک منبع خبری بهش اتکا کرد، اما این اتکایی که چند روز فضای خبری ما رو کاملا در اختیار گرفت به نظر من خیلی خطرناکه. خیلی ممنونم. خب دوستان، در ادامه با آقای واحدی مجددا در خدمتتون هستیم، اما خب این قسمتی که آقای واحدی صحبت میکنن لزوما ارتباطی پیدا نمیکنه به بحث بورتنها و به سوالاتی که حضار در اتاق حضور دارن و از آقای واحدی میپرسن اختصاص داره. اولین سوالی هم که از آقای واحدی پرسیده میشه در ارتباط با اصلاح طلبا و واکنششون نسبت به اتفاقاتی هستش که در یک دو ماه افتاده و آقای واحدی هم پاسخ میدن. بریم شروع بکنیم با تحلیل آقای واحدی نسبت به شرایط، آخرین شرایط و اتفاقاتی که در پیوند با انقلاب نوین ملت ایران افتاده. گمان میکنم الان این مقدار، نه تنها یه مقدار دیره برای بحث اصلاح طلبی، کسی هم با کلمه دعوا نداره، ولی به هر حال ما نمیتونیم بگیم که این عنوانی که درست شده تا میگیم مثلا کمونیست ها اینطور هم میگن کمونیسم اصلی این نیست، مسلمان ها اینطور هم میگن اسلام اصلی این نیست، اصلاح طلب اصلی این نیست، اصولگرا اصلی این نیست، اجرای قانون بدون تناظر قانون اصلی این نیست. به هر حال اون چیزی که مردم زجرشو دارن میکشن همینان، اسم یکیش اصلاح طلب، اسم یکیش اصولگرا، اسم یکیش واحدی، اسم یکیش نمیدونم رفسنجانی، همینیم که بلا رو سر مردم آوردیم. مردم همه نوع مدارا در واقع، نه که مردم، به نظر من مردم در هیچ دوره حتی به اصلاح طلبا اعتقاد نداشتن، نوعی مدارا با نظام کردن یا تصور میکردن که با هزینه کمتر مسائل رو جلو ببرن. حتما مردمی که به آقای خاتمی رأی دادن بسیارشون شون نمیشناختن، ولی خیلی از کسان هم که شون میشناختن و میدونستن آقای خاتمی چه مقاله وحشت انگیزی در علیه مهندس بازرگان نوشته برای رأی دادن. در مورد آقای روحانی بسیار از افراد میدونستن چه احکامی صادر میکرد در حادثه کوی دانشگاه، چه سخنرانی قلاز و شدادی داشت که همه باید سرکوب بشن. و در مورد سایر آقایون فرق نمیکنه، در مورد آقای رفسنجانی، آقای کروبی، در مورد همه این شناخت وجود داشت، اما مردم فکر میکردن که بتونن از روشهای کم هزینه تر به نتیجه برسن، نه اینکه انتخاب اولشون اصلاح طلب بود یا انتخاب اولشون اصولگرا بود، نه انتخاب از سر ناچاری بود. یعنی این چیزی که بعدها خود اصلاح طلبان مردم رو تشویق کردن رأی بین بد و بدتر، عملا مردم این کار رو سالها انجام دادن. وگرنه من با صراحت عرض میکنم، من ببینید بارها گفتم، یه موقع به شوخی به کروبی میگفتم، میگفتم شما همتون از یک MIT فارغ التحصیل شدید، واحدهای الزامیتون همه مثل همه تو واحد اختیاری با هم دیگه تفاوت داره، واحد اختیاری شما متفاوت مونه. واقعیتش اینه که وقتی که میبینید وقتی بحث اصل نظام پیش میاد، فردی مثل خاتمی میاد میشه که براندازی نه مطلوب نه ممکن. من با ممکنش مشکل ندارم، ممکن یک نفر ارزیابیش این باشه که الان با توجه به شرایط داخلی و خارجی براندازی ممکن نیست، اما وقتی که مطلوب نیست یعنی خرجش از مردم سوا کرده. برای اینکه ما میگم مردم، حالا رسمی یا غیر رسمی یا تلویحی یا به هر طریقی، بارها و بارها مدارا کردن، تلاش کردن از راه‌های ممکن بدون با کمترین هزینه کار انجام بدن، اما دیدیم که نشد. حالا فرض کنیم که به قول آقای سعیدی دو تا از نهادها هم گرفتن دیگه، ما از مجلس و دولت بالاتر که نداریم. مجلس و دولت در اختیار اصلاح طلبان بود، بعضیشون نخواستن کاری کنن و بعضیشون نتونستن، و بعد هم دیدیم که هر بار که خامنه‌ای، مشکل اصلی اینه دوست عزیز، ببینید مشکل اصلی که هر بار که خامنه‌ای به هر دلیلی تمکین کرده در برابر خواسته مردم، که بارها اتفاق افتاده مردم نشون دادن مخالف خواسته خامنه‌ای هستن، خامنه‌ای به محض اینکه از اون گردن عبور کرده، به محض اینکه یک فرصتی پیدا کرده، نه تنها برگشته به موضع اولش، بلکه موضع شدیدتر گرفته و انتقام اون چند وقت عقب نشینی هم گرفته. همینجا در این شرایط ما بیم در مورد اصلاحات صحبت کنیم، عملاً یک نوع تردید در مردم ایجاد میکنیم، مردمی که به نظر من اکثریت قاطعشون خرجشون رو جدا کردن و دارن فریادی که میزنن، میگن ما دو خط در ایران داریم، اصلاح ایران و جمهوری اسلامی، یا باید شما در خط جمهوری اسلامی باشید در خط ایران، وسط دیگه نمیشه، یعنی وسط خوابیدن دیگه امکان پذیر نیست. و این جز این که من معتقدم هیچ اشکالی هم نداره، کسی فکر میکنه که جمهوری اسلامی نسخه شفا بخشه باید علنا بره وایسه دیگه. الان ما دوره درویی و یا رو درواسی رو بزنیم کنار، نمیخوام اهانت کنم میگم درویی رو درواسی بزنیم کنار، کسی فکر میکنه نسخه شفا بخش جمهوری اسلامیه مثل خاتمی وایسه باشه جمهوری اسلامی،
اما به نظر من اکثریت حداقل مردم که الان تو خیابون‌ها هستن و دارن فریاد میکشن و جانشون رو به خطر انداختن، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی یعنی ماندن جمهوری اسلامی، یعنی از بین رفتن ایران. به همین جد دیگه اصلا هر نسخه‌ای که آقای سعیدی عزیز باعث بشه که مردم اندکی تردید کنن نسبت به راهی که باز کردن، به نظر من به صلاح ایران نیست. در مورد اعتصابات و اعتراضات، به گمان من شاید حکومت هفته های اول اعتراضات رو نگرفته بود، پیامش رو و اعتصابات رو. وقتی که اون سربار هیبت الله سلامی رفت تو شیراز گفتش که امروز روز آخر تظاهرات، من معتقدم اون روز پیام تظاهرات رو و اصالت و ریشه‌شو نگرفته بودن، اما امروز من تصور میکنم به خوبی گرفتند، به خوبی گرفتن. ببینید اگر اعتصابات مؤثر نبود و حکومت پیام لازم رو ازش نگرفته بود، مجبور نبودن که اینقدر حالا علاوه بر تکذیب ها سر کارهایی بکنن که عملا دامن زدن به اعتصاباته. مگه نمیگن از اعتصابات استقبال نشده؟ خب قاعدش اینه که وقتی از یه چیزی استقبال نشد، شما چشتو به هم بزنی، ببندی، رد شی، از کنارش اعتراض نکنی. وقتی میای میری رستوران علی دایی رو و مثلا گالری جواهریشون رو به این عنوان که تازه نگفتم من به اعتصابات میپیوندم، گفته من 14 و 15 و 16 تعطیلم، میری پلوم میکنی و میگی به خاطر همراهی با اعتصابات، عملا اعتراف به این هستش که این اعتصابات کارآمدی داشته و این اعتصابات حکومت رو مستأصل کرده. این به نظرم بزرگترین اعترافه. در مورد اصل اعتراضات هم ببینید، کارهایی که اینا همزمان دارن انجام میدن، فریبکاری، دروغگویی و تهدید، هر سه از عمر دادستان کل کشور میاد میگه گشت ارشاد تعطیل شد، این در واقع آدرس غلطی که بعضی از خارج نشینا بهشون دارن، که شاید مهمترین بعضی از دوستان اصلاح طلب در پاریس و جای دیگه هی اومدن تو روم ها گفتن که مردم خیلی مطالبات بالا نداشته باشیم، همینقدر که بتونیم این بار حجاب رو برداریم و گشت حجاب برداریم پیش رفته. این آدرس غلطی که داده شد و بعضی هم در داخل حکومت دامن زدن که اونا بالا عرض میکنم، باعث شد که حکومت دوچار توهم بشه، فکر کنه که اگر بیاد از راه یک فریب موضوع گشت ارشاد رو منتفی اعلام بکنه، خب مردم عقب نشینی میکنن. متاسفانه همزمان در واقع یاران غیر رسمی حکومت که اصلاح طلبان هستن، اونها هم اومدن به میدان و حرفهایی زدن که مردم رو مردد کنن. این که فلان آقا میگه ما رفتیم نشستیم با آقای فلان استاد دانشگاه اصلاح طلب، میگه رفتیم با آقای وحیدی وزیر کشور نشستیم، چون 3 ساعت و نیم حرفای ما رو گوش کرد، برخوردش خیلی خوب بود، یعنی واقعا یکی از کثیف‌ترین و خونریزترین آدمخوارترین افراد جمهوری اسلامی احمد وحیدیه. وقتی یک استاد اصلاح طلب میاد میگه ما رفتیم با آقای وحیدی نشستیم 3 ساعت و نیم حرف زدیم و ایشون خیلی برخوردش خوب بود، این عملا ادامه همون فریبه، یعنی اون یه کار فریبکارانه بکنه، اینم بیاد یه جوری به مردم امید بده که آقا نه دارن حرف شنوی میکنن. در اسناد هک شده که من چند بار تا حالا گفتم من به اصالتش مشکوکم و به روش دستسازیش مشکوکم، رهبر دستور اصلاحات ساختاری داده. امام جمعه گریان تهران آقای صدیقی میتونم از جمعه همین هفته میگه که بله بعضی از مسئولان اشتباهاتی داشتن ولی مقام معظم رهبری اشتباه نداره و باید اشتباه جبران بشه. یعنی همه اینا کنار هم میذارید، یک عنصر فریبکاری میبینید، معنیش اینه که حکومت خودش فهمیده، وگرنه اینها آدمایی نیستن که حتی به صورت مصلحتی تا زمانی که مجبور نباشن عقب نشینی نمیکنن به هیچ وجه. شما در بدترین شرایط دیدید که اینها تا جایی که بتونن عقب نشینی نمیکنن، زمانی عقب نشینی میکنن که پیام رو گرفتن. از اون ور در کنارش تهدیدها رو هم ول نمیکنن، یعنی از یه طرف یکی میاد میگه ما اصلاحات ساختاری میخوایم انجام بدیم، قالیباف از حکمرانی نو صحبت میکنه، رئیسی میگه آماده اصلاحات هستیم، از این حرفا میزنن. آقای اژه میگه من حاضرم بشم صحبت معترضان رو گوش کنم، که دیدید اون خانم زینب موسوی امپراتور کوزکو چه کلیپ قشنگی داد بیرون، کمتر از یک دقیقه همه حرف رو زد. سلام بچه ها، آقای رئیسی گفتن که صدای معترضین رو میشنون، حدود یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش آقای اژه‌ای هم گفته بودن که دوست دارن با معترضین گفتگو کنن. من خودم شخصا رفتم اونجا، با خود ایشون نه ولی با یه عده رفقای ایشون گفتگو کردم، گفتم اومدم گفتگو کنن، گفتم بفرمایید، گفتم گو خوردم، گفتم بفرمایید. در این حال کنارش تهدید رو هم ول نمی‌کنن. آقای اژه‌ای اومد، اولا 4 نفر اعدام کردن که مشخص نیست اینا کیان، یعنی اعلام کردن که اینا در خرداد ماه دستگیر شده بودن. آدم ربایی، اون آدمی که ربوده شد معلوم نبود، حداقل من نمی‌دونم. از اون برم گفتن که اینها جاسوسی برای اسرائیل کردن. ببینید دوستان، من دیگه آخر عرضم بگم، جاسوسی معنیش اینه که شما از یک نهاد مهم حکومتی یک سری اسناد سری به دست میاری میدی به دشمن. این 4 تا آدم که هیچ کنونشون از عناصر حکومتی نبودن، خب اگر اینا واقعا جاسوسی برای اسرائیل کردن، باعث واسطه های داخلیشون هم مشخص بشه.
به نظر من این یک تستی در جامعه بود که ببینن چه اتفاقی میفته. بلا فاصله بعدش حکم اعدام 5 نفر رو در کرج به خاطر کشتن اون عجمیان اعلام کردن و دیروز هم اژه‌ای با زهره صحبت کرد و گفتش که به همین عبارت که واقعا خیلی سریع رسیدگی شد و به زودی اجرا خواهد شد تعدادی از احکام محاربان. یعنی اینها همش نشون دهنده اینه که حکومت پیام رو گرفته و داره از روش‌های مختلف تلاش میکنه، یا مردم رو بفریبه متزلزل کنه، یا بترسونه متزلزل کنه، یا با یه سری دروغ‌های مردم رو خودمون جور کنه با باز از اون طریق متزلزل کنه. بگمان من اینها همش نشانه ای که پیام رو گرفتن. در مورد اعتصامم که اول توضیح دارم، همون رفتاری که با خیلی علنی هم اعلام کردن موضوع علیدایی یک نمونه است، ولی نشون میده که حکومت اگر اعتصابات رو جدی نگرفته بود و ازش وحشت نداشت چی همچین کاری در این شرایط نمی‌کرد. چون میگم همین قد که این خبر اعلام میشه حتی کسانی که به موضوع اعتصاب توجه نداشتن توجهشون جلب میشه. خیلی متشکرم. ببینید ما میتونیم از هر زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم. یک تظاهرات شروع شده، ابتدا با تظاهرات بود، با یک اعتراض کاملا شاید احساسی نسبت به قتل مهسا امینی. من حالا عرضم اینه که نه بزرگ نمایی کنیم موضوع رو، نه کوچک نمایی کنیم، و عواملی هم که اگر به نظرمون اونطوری که باید شاید پیشرفت نکرده هست رو با همه رو با هم ببینیم و بعد ببینیم که چجوری میشون عوامل رو تضعیف کرد. تظاهرات ابتدایی بیشتر به نظر میسید بیش از اینکه سیاسی باشه یک چیز احساسی بود سر بر سر قضیه مهسا. حکومت با دست خودش یه مقدار گسترش داد اعتراضات رو، با ادامه کشتار اعتراضات رو گسترش داد و با دستگیری های فراوان. ما یه طور میتونیم سوال کنیم که آقا این تظاهرات کسانی که اومدن اضافه نشدند، که حالا متاسفانه هیچ وسیله و ابزار دقیقی در اختیار ما نیست که ببینیم اضافه شدن یا نه، اما یه طور توی هم میتونیم نگاه کنیم که علارغم وحشیگری حکومت، علارغم این همه کشتار، علارغم این همه دستگیری، کم هم نشده. این خودش به خودی خود یک موفقیته. یعنی کسانی که شجاعت بهشون تزریق شده نسبت به سالهای گذشته خیلی اضافه شدن. در سال 98 خب کشتار وسیع تر هم بود، من تکذیب نمی کنم، اما خیلی زودتر هم سرکوب شد. امروز علارغم تمام خشونتی که حکومت میکنه، علارغم رفتاری که در زندانها میشه، علارغم بلا تکلیفی نزدیک 3 ماهه بسیاری از افرادی که بازداشت شدن و خانواده‌هاشون هر روز برن جلوی زندانها تجمع میکنن، باز هم میبینیم کاهشی شاید نیستیم. بله یک بالا پایین طبیعی داره، کمان که در دوره انقلاب سال 57 هم همین بوده، اما اینکه از هر فرصتی مردم استفاده میکنن و اعتراض خودشون رو میگن خودشون رو بیدار کنند است. ضمن این که بحث اعتصابات اتفاقا از روز اول از شاید 2 ماه پیش که بحث اعتصابات مطرح شده، عقیده خودم رو گفتم، گفتم اگر کسانی فکر میکنن که اعتصابات در این انقلاب مثل اعتصابات سال 57 تأثیر اقتصادی بر حکومت و ملت داره اشتباه میکنن. دلیلش هم عرض کردم. ببینید در سال 57 حکومت به شدت وابسته به درآمد نفت بود، در حالی که الان جمهوری اسلامی اینطور نیست. ضمن این که الان میبینید برای سالهاست دارن با این وضعیت نفت کجدار و مریض حکومت رو اداره میکنن و ثروت کلانی حکومت برای عناصر خودش، برای عناصر سرکوبش، برای مدافعین خارجی خودش در اختیار داره. ستاد اجرایی، نهادها، پولهایی که مثلا هی گفتن دوره احمد نژاد 800 میلیارد دلار پول خورده شده برده شده. من زمینی که خیلی از احمد نژاد متنفرم، بارها گفتم نه آقا این پول بخش عمدهش رفته جاهایی که آقایون میخواستن گذاشتن بر روز مباداشون، چه خارج چه در داخل. اعتصابات اگر امروز تأثیر داره، من منکر کامل نقش اقتصادی اعتصابات بر حکومت نیستم، اما اون تصوری که مثل سال 57 اعتصاب شرکت نفت باعث فلج کامل حکومت شد الان دیگه کارساز نیست. برای اینکه در عرض میکنم چند سال دولت عملا بخش زیادی از درآمد نفتیش کاهش پیدا کرد و تونست سال از طریقای دیگه سروایو بکنه. به همین جهت اینطور نیست که با اگر حتی اعتصاب در صنعت نفت فراگیر بشه حکومت سقوط کنه، ضمن اینکه اون امکان هم فراهم نیست. در سال 57 شاه بر کشور حکومت داشت که یه ذره انسانیت داشت، اعتصابیون حالا که تازه ما فهمیدیم همون موقع حقوقشون رو میگرفتن، ولی گروه های مختلف راه افتادن براشون اعانه جمع میکردن، کمک جمع میکردن. خیلی علنی مهندس بازرگان رسما سفر میکرد به آبادان و پول میبرد برای
اعتصابین. امروز اگه کسی کاری بکنه چی کارش میکنن؟ یعنی ببینید اینا تغییراتی که ایجاد شده طبیعیه، یه عده هنوز بدون وحشت دارن کار انجام میدن، ولی خب به هر حال این روش های سرکوب، حتی سرکوب کسانی که کمک میکنن به خانواده های اعتصابی، خب تاثیر میذاره، کاهش میده امکان کمک رسانی رو. ولی به هر حال با همه حرفا میخوام خدمتتون بگم که اعتصاب اون تاثیر اقتصادی رو حکومت نداره الان، یعنی مقایسش با سال 50 مقایسه دقیقی نیست، اما این اتفاقا بخشی که آقای منظرپور میگن اضافه نشه اضافه شده، این اعتصابات اضافه شد به اون اعتراضات. عملا شاید اگه 3 ماه پیش شما میگفتید که یک روز بازار تهران 10% چنبه بنده، کار ساده نبود. امروز تصاویر، من نمیخوام بگم 100%، حالا ممکنه رجزخانی هم جاهایی لازم باشه، اما رجزخانی در دوره این مدیای گسترده نه رجزخانی های حکومت اثر داره نه رجزخانی ما، مردم داره خودشون میبینن و خبرهایی هم که میرسه حداقل به نظر من برای اولین تجربه که یک دعوت عام شد برای اعتصابات سراسری در سراسر کشور، از نظر خود من بیش از انتظار جواب داد. توجه داشتیم که اولین بار برای همچین اعتصاب سراسری 3 روز دعوت کردن و پاسخ گرفته در بسیار از شهرها، بسیار از حتی شهرهای کوچکی که توقع نمیرفت. برای خود من افرادی که کاملا من اعتمادشون دارم فیلم برام فرستادن، شهرهایی که اصلا من باورم نمیشد، مثلا نجف آباد که تعطیل مطلق بود، بعضی جاهاش آدمایی که خیلی هم واقعا صادقانه برای من گزارش میفرستن. خب در این شرایط ببینید، این اگر دنبال این هستیم که آیا چیزی اضافه شده به اعتراضات اولیه، این خودش نمود و نماد مهمش، این اعتصابات یک اضافه است بر اون. البته شاید هم حالا از یک جهت هم مفیدتر باشه، حکومتی که یک ادعای گزافی میکنن و میگن که ما با اغتشاش مشکل داریم، با اعتراض مشکل نداریم. خب مدنی ترین اعتراض، بی سر و صدا ترین اعتراض، بی هزینه ترین و آرام ترین اعتراض اعتصابه. این مردم نه تو خیابون میان، نه شعار به قول اینا ساختار شکن میدن، نه چیزی رو خراب میکنن، نه جای رو آتیش میزنن، میرن تو خونهشون میشینن، با این طریق اعتراضشون رو بیان میکنن. و این اتفاقا باز دست حکومت رو در بین بعضی از طرفدارانش، چون بعضی آدمایی که حالا میانه رو هستن یا میگن محتاطن یا محافظه کارن، میگن آقا خب آشوب نکنن، سرسر نکنن، حرفشون رو بزنن. خیلی خب، این حداقل اون بخشی رو هم که یه مقداری ممکنه تحت تاثیر تبلیغات دروغین حکومت باشه، روشن میکنه که نه، حکومت با هر نوع اعتراضی مشکل داره. یعنی اینکه یک کسی که مغازش رو به عنوان اعتصاب بسته میدن پلم میکنن، با هیچ معیارش قانونی خودش هم جور در نمیاد. اینا به نظر من دستاوردهای این اعتصاب خواهد بود. بله، نباید بزرگ نمایی کنیم، اما کوچکش هم نباید بکنیم. به گمان من حکومت بیش از حدی که آقای منظرپور میگن خودش این اعتصابات رو جدی گرفته و وحشت کرده و اینکه تعداد زیادی مغازه رو پلم کردن، افراد رو تهدید میکنن، احضار کردن، اینا نشون میده که حکومت خودش واقعا با توجه به اینکه اینها خیلی هم در سرکوب و 43 4 سال انواع راه‌ها رو برای فریب یا سرکوب امتحان کردن، الان هم دارن امتحان میکنن، ولی من تصور میکنم واکنش‌های حکومت نشون میده که خودشون وحشت زدن. و عرض میکنم در شرایطی که خب شما میدونید، درستی که گفتن ما با این کمیته حقیقت یا همکاری نمیکنیم، اما دروغ میگن، براشون هم خیلی مهمه. اینا اگر از این تظاهرات و از این اعتصابات و اعتراضات وحشت زده نبودن، الان اینقدر تون تون حکم اعدام صادر نمیکردن یا حداقل اعلام نمیکردن. خیلی متشکرم. ببینید، من فکر کردم یه جمله، فکر کنم تو حرفام واضح بود، ولی چترومو که میخونم ظاهرا گویا نبوده. من اتفاقا داشتم همین توضیح میدادم که این اعتصابات تأثیرش اقتصادی خیلی ممکن نباشه، اما نشون دهنده پیوستن عده‌ای از مردم و نشون دهنده اتحاد مردم از همین جهت خیلی ارزشمنده. شاید این گویا نبوده، چون دیدم بعضی از دوستان این نکته نوشتن. خیلی متشکرم. ببخشید، قبل از اینکه بریم سراغ دوست بعدی، اون نکته‌ای که من اشاره کردم در رابطه با اینکه دیسکورس انقلاب باید به نوعی کالیبره بشه که جذب بیشتری داشته باشه، در این رابطه هم اگر آقای واحدی یه نکته بفرمایید ممنون میشم. ممنونم. ببینید، حتما همینطوره، اما من فکر کنم الان یه دیسکورس عمومی داریم که جمهوری اسلامی باید برود، این به اتحاد رسیدیم، در جزئیاتش اون هم به نظرم داریم خوب پیش میریم. من ناامید نیستم، یعنی نه که ناامید نیستم، بسیار امیدوارم. ما حتی در قسمت اولش تا سالهای گذشته، حالا یا به دلیل خودفریبی یا فریب دیگران یا امیدهای واهی، تصور میکنیم غیر از رفتن جمهوری اسلامی راه دیگه وجود داره. اما امروز به نظر من اکثریت مردم، حتی کسانی که آرام نشستن، حتی کسانی که از تظاهرات میترسن، یا حتی کسانی که نگران آینده هستن، در اینکه جمهوری اسلامی اگر نرود ایران میرود، به گمانم به نتیجه رسیدن و این تفاهم کمی نیست. اما بله، موافقم با شما که در مورد آینده بایستی یه مقداری هم با هم مهربون‌تر باشیم، هم زبانی پیدا کنیم، زبان مشترک پیدا کنیم. فکر می‌کنم در این اتفاق میفته. یعنی ببینید،
خوشبختان اختیار تظاهرات در داخل کشور در دست کسانیه که هیچ بویی از رفتار ماها که خارج، نه فقط خارج، به لحاظ سن و سال میگم و نسلی که حالا یا در انقلاب حضور داشتیم یا حمایت کردیم و فکر می‌کنم خودمون عقل کل هستیم، این نگاه هستن در بین کسانی که الان تظاهرات در کشور دارن سامان میدن نیست و این خیلی امیدوارکننده است از نظر من. خیلی متشکرم. الان این موضوع به اصطلاح گشت ارشاد که به صورت غیر رسمی اعلام شده که جمع شده، البته خب رسمی چیه نو فعلا اعلام نشده، و همچنین شایعاتی در جامعه را انداختن که حساب جاری یا پسنداز خانوما مسدود میشه بعد حجابا یا جریمه میشه ماشیناشون، خواستم بگم این چیه؟ این واقعیتش حاکمیت میخواد تست بزنه خانم ها را ببین آیا جلوتر میان یا نه، میخواد چه کار کنه؟ منظورش چیه؟ میشه شما بفرمایید؟ والا من که سخنگوی حاکمیت نیستم، اما ببینید همینقدر که بتونن اینا نظری اذهان رو سرگرم کنن که خب حالا اینا میخوان چه کار کنن، آیا میخوان دعوای بانکی ببندن، آیا میخوان برنامه بزن جریمه بکنن، آیا میخوان گشت ارشاد رو بردارن، یعنی ببینید یه بخشی از بحث جامعه میره خود به خود به طرف این حرفا و تصور اونها اینه که میتونن عده‌ای رو که همیشه مایل بودن به حداقل هزینه به حد اکثر دستاورد برسن رو مرددشون کنن و بگن خیلی خب صبر کنید تا خود حکومت فهمیده سرش به سنگ خورد. به گمان من اصلا باید کاملا این بحث رو ایگنور کرد، بحث گشت ارشاد چیزی که مردم ازش عبور کردن. الان اصلا مگه گشت ارشاد وجود داره؟ عملا دلیل که وجود نداره نه اینکه اینا آدمای حساب آدم خوبشن، نه خیر، اینا نیرو کم دارن، تمام سرکوبگرانش رو بردن تو شما برای آدم کشی. من پریشب توی اتاق گفتم شما از زمانی که این انقلاب جدید شروع شده دو تا صحنه رو کمتر تو خیابونا میبینید، یکی گشت ارشاد، یکی زورگیری. یادتونه چند تا 4-5 ماه پیش هر دو سه روز یه بار میگفتن یه زورگیری انجام شد، بعدم گفتن بلافاصله دستگیر شد. از زمانی که نیروهای سرکوبگر شبانه روز تو خیابونا مستقرن دیگه زورگیر هم نیست، یعنی کار خودشون بود. واقعا من با اعتقاد میگم و بحث گشت ارشاد هم اکثر نیروهاشون نه چند تا خانم آقای شاید بگیم که زورگیران میترسن بیان وقتی خودشو تو خیابون. نه خب چیزی نیست، اصلا اینطوری نیست. ببینید ثابت شده که در بدترین شرایط دزدی انجام میشه، کارا انجام میشه، اما کسی مثلا یه کسی شوخی میکرد میگفتش که اگر یه جا تو محلتون ناامنی شد زنگ نزنید به سر ده بگید لاتا دارن مثلا غم کش میکنن، زنگ میزنن بگید یه نفر داره گفت مرگ بر خامنه ای، بلافاصله میان. ببینید من عرضم اینه که این شرایطی که الان وجود داره اینها دارن تلاششون رو میکنن که ذهن منحرف کنن و الان هم خدمت شما عرض کنم اگه شرشاد وجود نداره، اصلا وجود هم نداره عرض میکنم. دلیلش اینه که اکثر نیروهای سرکوبگر همون وحشی هایی که سر دختر مردم رو به ون میکوبیدن، اون که تو خیابون زیر دست باد وقتی دختر مردم میخواست ماش بندازه لباسش از تن شن میورد، الان داره آدم میکشه تو خیابون. ولی به هر حال شرشاد الان وجود نداره مدت هاست. تصاویری که از شهرهای مختلف داره میاد، خانم‌ها دارن بی‌حجاب تردد میکنن. شاید خود حکومت میخواد مثلا با این کار مردم سرگرم کنه، ولی اولا میخوام بگم مثلا مسئله حجاب الان مسئله روز دیگه نیست. حکومت اگر از این مرحله عبور کنه دوستان، خدای نکرده، مطمئن باشید گشت ارشاد که چی 100 برابر گشت ارشاد برمیگرده با سختگیری بیشتر. اگرم عبور نکنه که اصلا ما موضوع گشت ارشاد منتفی به همجد به نظر مثلا نبادش پرداخت. اما دیگه حالا حکومت داره روش‌های مختلفش رو تست می‌کنه، چون اینها خیلی آدم عاقل هم که ندارن. در بعضی از سیاست‌های کلی چرا آدمایی دارن که واقعا فکرهای متمرکز دارن در راستای منافع خودشون، اما تو اینطور مسائل انقدر اینا متفرق هستن و انقدر اینها بی استراتژی، حتی واقعا تو خیلی از مسائل استراتژی ندارن. اگر داشتن کارشون اینجا نمی‌رسید. واقعا اگر استراتژی داشتن حتما کارشون بعد از انقلاب مهسا یا انقلاب ژینا به اینجا نمی‌رسید. خیلی راحت‌تر می‌تونن جمع و جورش کنن. اما که لجبازی کنی روز اول بیان بهت بگن، آخرش هم به تلویزیون بگن که آقا خب این خانومی که شما دستگیرش کردی لباسش چه ایرادی داشت، بعد رئیس پلیس بیاد با وقاحت بگه نه ما وقتی دستگیرش کردیم لباس نش نبود، لباسو بعدن عوض کرد. یعنی هی سک هی احمق‌ها مردم رو تحریک کردن. یا مثلا بعضی از تجلیل هایی که بعضی شما از نیروی انتظامی کردن مثل مهران رجبی احمق یا مثل بعضی از سران کشور، خب اینا خیلی مردم تحریک کرد. یا خانم اون حرکتی که در میدان آرژانتین اتفاق افتاد، حرکت زشتی که اون مامور با اون خانم کرد و بعد این من اصطلاح رو همه جا به کار میبرم، معاون هر جایی آقای رئیسی انسی خزعلی اومد گفتش که در قصه میدان آرژانتین نیروی انتظامی مورد مظلومیت مضاعف واقع شد. خب اینا همش مردم تحریک کرده. به همین جهت من میخوام بگم اینا استراتژی درستی ندارن، ولی خب یک تلاشایی میکنن خودشون رو در دیوار میذارن بلکه بتونن مردم فریب بدن. بعضی وقتا نشانه های بروز میکنه که اینا امیدوار میشن، مثل همین که یه عده
تا بحث گشت ارشاد مطرح شد من دیدم بعضی جا اتاق گذاشتن که آقا آی خب خدا رو شکر به پیروزی رسیدیم گشت ارشاد در روش شد، اینا اونا رو گمراه میکنن که واقعا کارشون نتیجه بخش باشه. خیلی ممنونم. خب جناب الان وظیفه الان اکت خانوما چی هست این وسط؟ باید همچنان ادامه بدن درسته؟ من نظرم اینه که اگه بخوان بترسن تو این قضیه خب اونم میان جلو. نظر شما چیه؟ خیلی والا شما خیلی شجاعی که برای خانوما میخواین تعیین تکلیف بکنید. الان خانوما دارن برام تعیین نظر خودمون میگم تعیین تکلیف من که نمیدونم. حالا عرض می‌کنم واقعا هم خیلی خوب اداره کردن این موضوع رو. من فکر می‌کنم که همین روشی که اتفاقا می‌بینید که دارن خانوما با هم مهربان همیشن، یه صحنه‌ای رو من فکر کنم در اصفهان بود که توی مترو یا اتوبوس یه بسیجی به یه خانم بی حجاب تذکر داد و یه خانم با حجاب رفت اون بسیجی درگیر شد. یعنی خانم‌ها هم دارن همدیگر پیدا می‌کنن، کاملا متوجه میشن و به گمان من اگر از من کسی نظر بخواد من معتقدم همین خانم‌هایی که واقعا به حجاب اعتقاد ندارن بدون حجاب بیان بیرون، اونی که اعتقاد دارن با حجاب بیاد بیرون. مردم بیام همدیگر خیلی خوب پیدا کردن، الان حساسیتی بین مردم در مورد حجاب یا بی حجاب نیست. اون حساسیتی که در مورد عمامه وجود داره در مورد حجاب وجود نداره، یعنی که عمامه رو نماد حکومت میدونن اما حجاب رو مردم نماد حکومت نمیدونن. معتقدن به آزادی پوشش، نه اینکه حجاب اجباری یا بی حجابی اجباری. فکر میکنم خانم‌ها خیلی خوب دارن عمل میکنن و تشویقی هم که انصافا ببینید همیشه ما میگفتیم که عاطفه مادران نسبت به فرزندان خب خیلی شدیدتر ظاهرن یا حداقل بروز عاطفه یا ابراز عاطفه بیشتره، اما میبینید که مادر میاد سر قبر بچه 16 سالش میگه که درسته دارم پرپر میزنم اما افتخار میکنم تو شهید راه آزادی هستی. این نقشی که خانم ها دارن ایفا میکنن در تشجیع و تشویق فرزندانشون کم از اون نقش کشف حجابشون نیست. خیلی متشکرم. به نظر شما جناب وادی الان در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی دی به قول معروف همه جوره داره به سمت آچمز شدن پیش میره، اینا آیا هیچ گامی برای بهتر شدن وضعیت اوضاع برمیدارن یا خیر؟ ببینید شرط اولی که یک گامی برای اصلاح بردارن اینه که خودشون اعتقاد داشته باشن مشکلی وجود داره. وقتی که صراحتا میان میگن ما نه تنها مشکل نداریم بلکه انقدر پیشرفت کردیم که دشمنان توطئه کردن و این تظاهرات حسادت دشمنان به پیشرفت‌های ماست، پس عملا موضوع منتفیه. حالا حتی اگر دروغ هم بگن، وقتی کسی دروغ اینطوری میگه که روی چرخ دیگه‌اش نمیشه حساب کرد. اما فرض کنیم که فهمیدن و میخوان حل بکنن، آیا من مثل احمد نژاد سوال رو سوال جواب بدم، آیا به نظر شما با این ترکیبی که در رأس حکومت هست اصلا فرض اصلاح یک فرض ساده لوحانه نیست؟ یعنی شما قرار مثلا با محسن رضایی، با رئیسی، با مخبر، با میرکاظمی، با نمیدونم عبدالملکی، با اینا قرار اصلاح اقتصادی انجام بدید؟ وقتی دولتی که میاد رئیس کار کسی رو میذاره رئیس بزرگترین کارتل اقتصادیش که سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه که معتقد بوده با 1,000,000 تومان میشه شغل درست کرد و حتی بعد از وزارتش هم دوباره توییت زد و گفت بله من همچنان معتقدم با 1,000,000 تومان میشه شغل درست کرد. یا یکی از توییتاش هست خیلی مشهوره که در انتقاد به دولت روحانی دو سال پیش میگفتش که دولت خودش نمیخواد قیمت دلار رو بیاره پایین، اگر فقط 300 میلیون دلار در بازار تزریق بکنن دلار میاد رو 15,000 تومان و تا 2 ماه میشه نگردش دوباره 300 میلیون دلار تزریق کنن. خب اون آدم شد رئیس بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت و بعدم که از جبرش جوشن شد رئیس مناطق آزاد. یعنی اصلا ظاهرا یه چند تا تحفه دارن که تحفه حتما باید سر یه کاری باشن. اصلا وقتی اختیار مملکت دست دانشگاه امام صادق میدن، دانشگاه امام صادقه که یکی دونه شون تفکر درست حسابی نداره. اصلا اگر حتی فرض کنیم که اینها بپذیرن مشکلی وجود داره و بخوان اصلاح کنن، این ترکیب امکان اصلاح را اصلا اجازه نمیده بشون. یعنی آدمایی که هم دروغگوان، هم فریبکارن، هم ناسالمن و هم متاسفانه به دلیل مواضع سیاسی که داشتن آقا خوشش اومده مورد حمایت هستن. به نظر من اصلا اتفاقی نمیتونه بیفته. ضمن اینکه بازم تکرار میکنم اینا یه تصوراتی از خودشون دارن. دقیقا یک هفته قبل از همین موضوع قتل ناجوانمردان مهسا آقای احمد خاتمی تو نماز جمعه تهران صحبت کرد. این نگاه اینها به جامعه و مردمه، گفتش که در دولت قبل فقط بنزین گرون شد، چند روز کل مملکت آشوب بود، الان همه اجناس بدون استثنا گران شده با همین عبارت و این اقتصاد بی پدر و مادر پدر همه رو در آورده ولی یک نفرم تو کشور اعتراض نمی کنه. این نگاه اینها که مثلا مردم
هر کارش هم بکنی اعتراض نمیکنن دیگه، نگاه اینها اینطوریه. و بعدم عرض میکنم حتی اگر بپذیرن، ببین همین امروز باز سخنگوی دولت گفته که ما بیش از سابق نفت میفروشیم، امروز که میگم دیروز ایران، بیش از سابق نفت میفروشیم، همه پولام رو داریم میگیریم، رابطه‌مون با کشورها خیلی بهتر شده، روابط جدید اقتصادی باز کردیم، منابع جدید صادرات غیر نفتی داریم. خب آدمایی که اینطوری فکر میکنن دیگه اصلا قرار چیکار بکنن؟ از این میشه که نمیشه پیشرفت کرد. خیلی متشکرم. خب دوستان خسته نباشید، به پایانی محتوا رسیدیم، امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. حتما سعی میکنیم در محتواهای آینده بیشتر صحبت بکنیم در مورد محسن شکاری و اتفاقات تلخی که در این یکی دو روز افتاده. فقط همینو میتونم بگم که اگر سکوت بکنیم و واکنش درست و به موقعی نشون ندیم، سرنوشت تک تک عزیزانمون که در سیاه چاله های علی خامنه ای هستن همین خواهد بود. علی خامنه ای در همین روز گذشته به صراحت گفتش که باید داغ گذاشت بر قلب تک تک کسانی که از نظر اون این اختشاشات رو به وجود آوردن و اولین داغ رو بر قلب ملت گذاشت. و اگر میخوایم این داغ ها بیشتر نشه، باید واکنش درست و به موقع نشون بدیم، همونطوری که علی کریمی هم گفت. هم همتون گرم بود کنید که لایک کنید و با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان کمک مالی بکنن، با فشردن گزینه تنکس میتونن این کارو بکنن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود. ماشین سوار رو تهدید کنه که بایستی یا وایسی یا باید بوق بزنی یا چه کنی و الا ماشین تو چنان میکنی، عامل تهدید، اینا بایستی مجازات بشه. قوه قضایی هست با قدرت و همدلله سر پا و زنده و پر انگیزه هم هست، باید مجازات کنن اینها رو. پس ما هم نصیحت داریم هم مجازات داریم، هم اون داغ را، قدیما زخمهایی که خوب نمیشد داغ میکردن، آهنی رو میذاشتن توی آتش سرخ که بشه بزنن روی اون داغ، رو زخم که خوب بشه. میگه پیغمبر مرهم آماده کرده، اون رو هم داغ کرده، هر دو آماده است. یکی دیگر از اغتشاشگران با حکم اولیه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، این متهم در جریان اغتشاشات اخیر در خیابان ستارخانه تهران با سلاح سرد و باعث رعب و وحشت شهروندان و ایجاد ناامنی و اخلال در نظم و امنیت جامعه شده بود که پس از شناسایی در دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شد. متهم فوق ذکر در تاریخ 3/7/1401 به همراه دوست خود علی اقدام به بستن خیابان ستارخان نموده و پس از درگیری با عوامل بسیج اقدام به مجروح نمودن احدی از ایشان با استفاده از سلاح سرد قمه همراه خود نموده. مردم خیلی ترسیده بودن، کلن به هم ریخته بود اونجا. یه چیز حدود 100-150 تا ماشین پشت این ترافیک که درست کرده بودن گیر کرده بودن، به طوری که کامل بسته بودن، هیچ ماشینی از اونجا دی به پایین دیگه رد نمی‌شد. قمه ای که داشت تو جیل بود به این صورت گرفته بود، خیابان بسته بود با همون دوستش، دو نفری بسته بودن، تهدید میکردن که وقتی من رفتم نزدیکشون اون از تو جیل در آورد حمله کرده. دست هر دو متهم قمه بوده؟ من دست آقای محسن شکاری دیدم قمه رو. دست این قمه رو دیدی شما؟ بله من دیدم. یک سری از مغازه ها بستن اصلا، کرکدهشون رو کشیدن پایین از ترس. از ترس این دو نفر، از ترس ایشون کرکرشون رو کشیدن پایین. تو تک ستاره منی، به خدا ناز تو چشمان.